به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام شاگردای عزیز خوش آمدید امید که همتان خوب و صحتمند باشین و درس هایتان به صورت منظم و درست تعقیب کنید گرانو زکوون که تاسو خوی است خیر راقل یه چه تاسو هم روغ او جور یه نو چم توی چه نو نو شاگردای عزیز ما امروز مضمون دری سنف دوازده همه میخوانیم که عنوان درس امروزی ما است تناسب دخل و خرج اما قبل از اینکه بریم و درس امروزی خود را آغاز کنیم یک مرور کوتاه به درس گذشته می کنیم که در درس گذشته ما کدام موضوعات خوانده بودیم د بیګم اکادمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنې تړې که کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ اگر شما به یاد داشته باشین این در درس گذشته ما بخش اول درس تناسب دخل و خرج خانه که در مورد تناسب دخل و خرج صحبت کرده ای که باید مساوات و یا هم تناسب بین دخل یعنی آید و خرج یعنی مصرف باید وجود داشته باشه. به با ارتباط همین موضوع ما یک حکایتی را هم از کلیله و دمنه بهرامشاهی شاهی این ای موضوعی بود که در درس گذشته ما خانده ایم و یاد گرفتیم نزده که اون که تاسو که کم پختنه نه استادی تیر یعنی تاسو د تیر لوست موضوعات په سمه توګه نه چې په تیر لوست کې کومه پوښتنه نه لرئ راځئ چې نننی لوست پیل کړو دا چې د تل په شان په نننی لوست کې موږ د لوست لرو عزیز اهداف درس امروزی ما ای که بخش دوم و یا هم متن باقیمانده درس دخل خرجه بخوانیم یعنی تناسب دخل و خرجه بخوانیم همچنان بخش توضیحات باید بخوانیم و یاد بگیریم و برای از این موضوع بخش چگونه بنویسیم ما هم داریم که ایره هم میخوانیم و باید یاد پس بیاین که درس خود آغاز کنیم از باقی مانده متن درس شروع میکنیم مفهومی که از متن بالا گرفته میشود مقصد ما از مفهوم متن بالا چی است شاگرد عزیز از همو حکایت است که در جلسه گذشته ما خوانده این است که در کنار ارزه کار و انجام اخذ حقوق و معاش داشتن برنامه و تنظیم و اختصاص آید با مجاری مصرف از مهمترین راهکارهایی است که یک خانواده دارای درآمد پایین را از توهیدستی و فقر نجات می دهند. دنیای امروز پیش از هر چیزی دیگر دنیای برنامه و یا پلانگذاری است. فقدان برنامه و عدم رعایت تناسب موجب سقوط بزرگترین و کوچکترین ساختارهای انسانی می گردد. ولی جویی یکی از وسایل است که با رعایت آن ممکن است خانوادهها خود را از احتیاج نجات دهند. به دست خود اعضای خیش را به گرداب فقر فرو نبرند. فقر در فرهنگ معاصر جهانی صرف به معنای نداشتن پول و ثروت مادی نیست بلکه فقر را نداشتن قابلیت تعریف می کنند لذا اگر می خواهیم که در پریشان حالی مادی و معنوی زندگی با خجلت مواجه نگردیم باید در پی برنامه ریزی و کسب قابلیت برای و دخل و خرج را هیچگاهی به بیموزنگی اندر نسازیم نستکونکو حکایت مرته په تیر لوست کې ولوست معنا مهمه کړ مفهوم مرته هم ویل نو په دې لوست کې ویل دي یا د لوس په پاتې پا برخې کې ویل دي چې د هم دې حکایت پر اساس زدهونکو اس کاچيري زمونږ د آیات او د مصرف تر مېزي یو تناسب شتون و نه لري په خاص توګه هغه کورنۍ چې د متوسط اقتصادي بجوند درلودونکې د ستکوونکو نو د دوی د فقر سبب ګرځي نو کچیر همداغه کورنۍ همداغه فامیلونه خپل د عاید لپاره خپل د مصرف لپاره یو منظم پلان جوړ کړي نو د دې دا سبب کیږي ترسو چې د همداغه فقر او توهیدستی څخه خلاص شي سر ویره پردیس د کوونکو فقر یاواز د پیسو نلرلو دشتو او مال د نلرلو په معنا نه ده سرویره پر دی فقر یعنی دا چې د کوونکو یو شخص یو قابلیت و نه لري یعنی و نه شي کولای یو قابلیت کسب کړي یو مهارت زده کړي نو په دې اساس د کوونکو فقر یوازې مقصد مده په پیسو سره نه ده دا چې یو شخص مال درای او شته و نه لري هغه فقیر دی سرویره پر دی کچې یو شخص قابلیت و نه لري مهارت و نه لري دا شخص حب فقیر ګڼل کیږي حالی میایم شاگردای عزیز روی بخش توضیحات صحبت بکنیم که ببینیم در بخش توضیحات در مورد کدام اصطلاحات و موضوعات به ما توضیح داده شده توسعه و انکشاف توسعه و انکشاف هر دو پیشرفت است ولی انکشاف سیر سعودی و توسعه مسیر افقی پیشرفت را تبیین می نماید کلیله و دمنه مجموعه داستان های است از زبان حیوانات که نخست انسان سکریت به پهلوی نقل شده سپس توسط عبدالله بن مقفه از پهلوی به عربی ترجمه گردیده است کلیله و دمنه ابن مقفه را در عهد نصر بن احمد سامانی و به فرمان او ابوالفضل محمد بلعمی به نصر دری ترجمه کرد کلیله و دمنه دیگری که منظوم است اثر طبع رودکی می باشن. که ابیات از آن به دست است امیر نصر بن احمد رودکی را فرمود تا کلیله و دمنه مترجم بل را به نظم در آورد اما کلیله و دمنه منصور فارسی دری از ابو المعالی نصر الله بن محمد عبدالحمید است که از کلیله و دمنه ابن مقفه در نیمه قرن ششم هجری در دوری سلطنت بهرام شاه غزنوی در سالهای 512 الا 547 ترجمه کرده است. در این کلیله و دمنه گذشته از نقل اصل هندی دو سه حکایت ملی و اسلامی بر آن افزوده شده. اول معالی نصر الله این کتاب را به نام بهرامشا یعنی نواده محمود غزنوی اتحاف کرد و امثال و اشعار به فارسی دری و عربی بران افزود و در آن نصر متین و شیوهی به کار برد چنان که می توان آن را از امهات کتابهای ادبی فارسی دری به شمار آورد نڅه کوونکو د توضيحات په لومړی برخه کې د توسعې او انکشاف په حکلم مجتمع معلومات راکړی چې توسعې او انکشاف دواړه د پرمختګ په معنا دي انکشاف سودي شکل لري او توسعې په افوقي شکل سره چې کوم پرمختګي دیت ویل کېږي د تکونکو او کله لو دم نه هم زده کوونکو د دا داستانونو د دا کیسو یا وټولګه ده چې ویل کیږي چې د حیوانات لږه به څخه دغه دا داستانونه او کیسې په دې کې بیان شې ویل په لومریزل کې یاد لومریزل لپاره د سان سکرټ څخه په هلووی ژبه ترجمه شو د کوونکو چې بیا عبد الله بن مخفي دای د دا پهلووی څخه په عربي ژبه باندې وشباړه سرویره پردی استکون کو په دريجه بكي هم دا جباړل شويده چه په منصور جب سره چې كلا دا فارسي دريجه بي ته وجبړل شو د كونکو نو دا چا وجبړه دا ابو المعالي نصر الله بن محمد عبد الحميد دا وجبړه او سرویره پردي د بهرام شاه غزنوي په دوره کې دا ترجمه شو په شپګمې پیړې حقق له دمنچز دكونکو په اصل کې د هندي شکل نقل د هندي شکل څخه نقل شوي دكونکو یعنی همغه اصلي برخې هغه اصلي موضوع چې په هندي برخې کې هغه کې موجود وو سربېره پر دې چې همغه اصلي هندي موضوعات ترجمه شي وي دكونکو بعضی ملی او اسلامي حکایات هم په دې کې اضافه شي وي نو پدې شکل سره ز د کوونکو دا هم هغه مختصر معلومات چې د کلیله او د امني د اثر څخه زمنګ په کتاب کې یادونه شوي. خوب شاګردای عزیز د دې برخې درس مشکل یا سوال نه درین؟ نه استاذي بسیار خوب. حال کې د دې برخې درس سوال نه درین، میایمو رویه بخش څنګه بنویسیم صحبت میکنیم. ببینیم که در بخش څنګه بنویسیم درس امروزی کدام موضوعات ما میخوانیم. ترکیبات عربی مستعمل در دری جدا نوشته می شوند مانند ان الله ان قریب مع هذا مع من جمله على هذا من بعد اما اگر الف و لام عربی در میان آنها قرار گرفته باشد در آن صورت به همان شکل عربی نوشته می شوند من مثل اندل مطالبه اندل طلب مع الخیر و علل دوام هرگاه واژه ابن در آغاز و پیش از اسم خاص آید چنین نوشته می شود ابن سینا ابن بتوته ابن رشد ابن زید ابن خلدون و اما اگر ابن در بین دو اسم خاص بیاید الف آن در نوشته حذف می شود ولی با الف تلفظ می گردد مانند محمد بن نه تلفظی گیزده کو الف اضافه کو محمد ابن احمد دقیقی بلخی عیسی ابن مریم یحیی ابن خالد برمکی حمزه ابن حسن اصفهانی نوشتن واجه های عربی بلوا تقوا مبتلا مصطفا و مستثنا در زبان دری با الف مرجه دانسته می شود بلوا تقوا مبتلا مصطفا و مستثنا ناگفته نباید بگذاریم که هرگاه کلمه های غیر عربی اگر وارد زبان دری شده باشد نسبت مشکلاتی که در شکل نوشتاری صداها یعنی حروف داریم مثال توی و تی عین آواز را در زبان دری دارد یعنی دری زبانان هر دو حرف تی را تلفظ می باید متوجه باشیم که همصدا یا سامت تی اگر در کلمه های خارجی غیر عربی آمده باشد باید بتی نوشته شود نه با توی مثال پترول، ایتالیا، اتریش، تهران و غیره و اگر کلمه عربی باشد و به حرف توی نوشته شده باشد مثلا ندق و طرف نباید آن را بتی بنویسیم نستکون کو په لمرې برخې کې تاسو ته د متن ټولول وستو نو اوس به تاسو دا برخې تشریح زیاتره عربي لغت تستکون کو زیاتره عربي ترکیبات دي چې ل دوی څخه مونږ په دری ژبې هم کار اخلو مثلا ان شاء الله ان قریب مهاز مع ذلك دا هغه واجی هغه برخې دي چې مونږ په دری ژبې کې ل دوی څخه کار اخلو کچيري په همدغه برخو کې کچيري په همدې واژو کې تستکون کو الف او لام راغلی وی نو د حمدی الف او لام سره مونږ په د ریجبه کې کار او استفادہ کو دا څنګه کو د دې لپاره چې وو او کولای شو دغه واجی مونږ د ریجبه ته واړو نو الف او لام یوړتل رکو نس تکونکو فهغه عربي شکل سره باید د ولیکو لا کاز تکونکو اندل متالبه اندل متالبه الف او لام لري باید الف او لام یوړتل وکړو چې دایا عربي کلمه اندل تلع نو دا برخې باید په نظر کې ونیسي سربېره پرديس د کوونکو هل کاله چې د ابن واجه د یو خاص نوم په لومړی برخې راشي مونږ دا ابن په همغه شکل سره لیکو لکه ابن سینا الف بینوت په درس شکل سره لیکو ابن بطوطه بیا هم ابن په کامل شکل سره لیکو خو کچېره همداغه ابن د دوا خاص نومونو ترمنز راشي د کوونکو الف وړته لریکو بن ليكو ستكونکو خو تلفظ په وخت کې بیا الف تلفظو مثلا محمد بن نوایو ستكونکو بن ليكو وايو ابن محمد ابن احمد دقیقه بلخی ای سب نمريه نو په دې شکل سره ستكونکو کلاچه ابن د دوه خاصه کلمو ترمیز د دوه خاصه نمونه ترمیز راشي الف الريكو بن ليكو خو تلفظ په وخت کې الف تلفظو سر ویره پردیس تکونکو باز نور عربی واجی دی لکابل وا تقوا مصطفا په دې کې د الف مقصوره څخه کار اغېستل کیږي کچې رس تاسو پیاد وي مونږ په تیر لوستونکو د الف مقصوره په حق لوستو نو کله چې غواړو دا د په دریشه بکیو لیکوست تکونکو نو یا تری لریکو او الف ورته اضافه کو یعنی سشې چې تلفظو هغه لیکو مثلا مصطفا چه په آخر کې یا لریست زده کوونکو یا یې لري کوو ځکه چې دا د مقصورې الف درلودونکې ده یا یې لري ياللر... او په ځای کې ورته الف اضافه کو مصطفا ناگفته باید بگذاریم که هرگاه کلمه های غیر عربی اگر وارد زبان دری شده باشد نسبت مشکلاتی که در شکل نوشتاری صداها داریم مثال توی و تی این آواز را در زبان دری دارد یعنی د دې زبانان هر دو حرف را ت تلفظ میکنند نوست کوونکو بعضی واژې هم د عربي ژبه څخه په دریجه به کې واره چی وی یا دخل دی چی په بعضی کې توي دی او په بعضی کې تی دی یعنی په اساس د هغه مشکلات سره چی په دریجه بهشتون لري زیاتره دریجه به توي او تی دواره د تی په شکل سره تلفظ وی نو کچيري دا ستكونکو غير عربي واجيوي غير عربي جبه څخه دا واجيوي او دا په ټي لیکل کیږي نو دا ستكونکو مونګ په سيشي باندې لیکو دا په ته باندې لیکو پېټرول ياو خارجي واجا د ستكونکو چې دا په ټي لیکل کیږي نو دا مونګ په ټي لیکو او ايټاليا هم په دي شکل سره ستكونکو چې دا په ټي لیکل کیږي نو دا بیا هم کله چې مونګ په دري لیکو نو په ټي لیکو خو باز نور عربی واجی چې د سکون کو هغه بیا چې په توي لیکل کیږي نو په دريجه بکه هم هغه مون په توي لیکو بلکې په تی نه لیکو خو شاګردای عزیز ای هم بود بخش څنګه بنویسیم درس امروزی مو که موضوعات جدید را در درس امروزی یاد گرفتیم خب سوال یا مشکلی در این بخش درس نداری؟ نه استادی بسیار خوب یعنی این بخش درس شما به صورت درستش یاد گرفتین خب حال که در این بخش درس سوال ندارین بیاین که درس امروزی خود خلاصه کنیم به طور کلی در درس امروزی ما بخش باقی مانده درس گذشته را خواندیم، بخش توضیحات خواندیم و بخش چگونه بنویسیم خواندیم که موضوعات جدیدی را در, در درس امروزی یاد گرفتیم. خب حال که شما سوال ندارین و موضوعات درس امروزی را هم به صورت درست یاد گرفتین حال میاییم به طرف کارخانگی ما ای که مثل همیشه در درس امروزی ما کارخانگی داریم کارخانگی درس امروزی از شاگردای عزیز که بخش بیاموزی ما همراه خودتان در خانه بخانین بر علاوه از این موضوع سوالات که در بخش خود آزمایی ذکر شده این سوالات در کتابچه تان نوشته کنین و جوابات مناسب هم برش نوشته کارخانگی رو به صورت درستش انجام بتین و روز بعدی که به سنف حاضر می شدین همراه خود بیارین. درس ما در همین جبه پایان می رسه با امیدی که موضوعات درس امروزی را به صورت درستش یاد گرفته باشه. تا جلسه بعدی شما را به خداوند پاک اسپار.